سلام، وقت شما بخیر. شمس هستم با یکی دیگر از برنامه اکسپو رو در رو در خدمت شما. خداوند شکرگزار هستم که نفس دیگه به ما عطا فرموده تا باز مهمان بزرگ خانه های شما شام با دو فامیل، فامیل همدرد و فامیل ابراهیمی. رقابت مرحله اول 10,000 افغانی باید 300 امتیاز یک فامیل پوره کنه که در مرحله دوم قدم بگذاره. مرحله دوم مرحله است که باید 200 امتیاز در رقابت با ما به دست بیاره تا برنده جایزه بزرگ 500,000 شود. 500,000 که هنوز فامیل چهارم براش پیدا نشده. خودت میای 456 پس زنگ بزن. 456 کلیل 6 دودو جایی که و راهی که شما میتونید در این برنامه دعوت شید. بعد از اینکه تماس گرفتین صدای پیغامگیر و شما میرسه، نام خودتان و 3 نفر دیگر رو بگیرین، در آخر کلیل علامت نمبر فشار بتین و زودترین فرصت دعوت میشین در استیج و یک شب خوب با هم دیگر تجربه میکنیم. بسیار خوش آمدیم. خوب هستین؟ خیر و خیرتیست؟ هوا گرم بخیر میگذره؟ نام خدا. کل ما تو جوان هستیم، پرشور هستیم، ولی کلتان یک رقم تو چیمه کم شیمه هستی. چرا؟ دلیلش چی هست؟ گرمی؟ چی گرم است؟ آدامس؟ تالار. خب خیر است، چطور کنیم؟ زندگی روزمره ما هست. بیای خودتان رو تشکر کنید. دو فامیل که یک برنامه خیلی خوب داشتیم. خوش آمدیم. نخست فامیل همدرد تحسین طاهر عزیز که آمده با 3 نفر دیگه. چی میکنه؟ معرفی شیم اول همراهش. طاهر خوش آمدیم به برنامه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر هستم، یک تن از اشتراک کننده های برنامه رو در رو. خوش آمدی نکمل عزیز، خوش آمدی به برنامه. زنده باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو حاضرین په تالار مقابل ټیم، هغه کسان چې موږ د تلویزیون د پردې تر شا ګوري. نیکمل هاشمی ما یو تن اشتراکون کې درو درو د برنامه. بسیار خوش آمدی پوهان، خوش آمدی. سلام عرض ادب دارم خدمت شما حاضرین در تالار تیم مقابل و کسایی که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنه. پوهان هم در دستم، یک تن از اشتراک کننده برنامه زیبای رو درو. خوش آمدی پوهان. آصف خوش آمدی. تشکر، زنده باشین. سلام عرض ادب شمس جان به شما حاضرین در تالار تیم مقابل و کسایی که از پشت پرده تلویزیون طلوع ما را بیننده هستند. محمد آصف هم در دستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه ایکس بول رو دارم. بسیار خوش آمدی آصف عزیز. طاهر، به نظر خود 3 نفر در تیمت هست، 3 نفر چند فیصد از 100% باور داری؟ با خودت چقدر باور داری که در رقابتی که با همراه تیم ابراهیمی داری برنده میشی؟ خب تا جایی که فکر میکنم 70% رول دارم. 70%، 30%، 70% دوستا، 30% خودت. خب البته رو در رو جایی است که سوالا کلا روزمره است، زیاد سخت نیست. برنده 500,000 شاین چی میکنین؟ خب تا بالا تو تصمیم خاص نگرفتین. خب تصمیم خاص نگرفتین که چی میکنین؟ فکر 500,000 پیشت هست. اولین فکر در سرت که میزنه با این 500,000 چی کنی؟ چی کار است؟ خب اولین کاری که باید بکنه میست که خب در افغانستان کار کم است. باید خود ما بتانیم توسط به خود یک کار ترش شروع کنیم. یک تجارت، یک چیزی که بتانیم کاروبار خود ما باشه. خب بسیار عالی. آرزوی موفقیت میکنم. 70% شما هستین. ببینم با 70%تان میتونیم برنده شین یا نه؟ میتونن؟ بله. تشویقشون کنید پس. من سراغ فامیل ابراهیمی مقابل تیم همدرد 4 نفر تا بزرگوار سرتیمشان روح الله. خوش آمدید روح الله جان به برنامه. سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. سید روح الله ابراهیمی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان در برنامه رو در رو. بسیار خوش آمدی زاکر، خوش آمدی. با نام یاد خدا. سلام عرض ادب خدمت شما، تیم مقابل، حاضرین در تالار و بیننده های عزیزی که از پرده تلویزیون ما را بیننده هستند. سید زاکر حسین ابراهیمی هستم، محصل رشته انجینری ساختمانی. بسیار عالی. مصطفی خوش آمدی. سلام شمس عزیز، از اونجایی که من واقعا علاقه مند شخصیت خودت هستم، میخوایم همین سلام و عرض ادب خودت به شیوه خودت به ارائه بکنم اگه اجازه شما باشه. بفرمایید. چرا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستای عزیز. سلام به تمام حضار حاضر در مجلس و تمام بینندگان تلویزیون خوب طلوع. سید مصطفی سجادی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه خوب رو در رو. ان شاء الله که خوب بود. ممنون. فقط یکونج استادش مرغک میشد خیر است. او جون میچه. خوش آمدی مصطفی. علی خوش آمدی به برنامه. سلام، خوش باشین. سلام خدمت شما، سلام خدمت تیم مقابل، کسانی که در تالار حضور دارن. سید جواد ابراهیمی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه رو در رو. بسیار خوش آمدی روح الله. خودت با اعضای تیم همه دوستا هستین؟
سید زاکر آقا بچه کاکایم است، سید مصطفی آقا بچه خالهیم است و سید علی آقا هم بچه کاکایم است. دو بچه کاکا و یک بچه خاله. خاله. چند فیصد امیر رفاقت و دوستیتان باعث میشه که برنده شوین؟ انشاءالله خیلی اشخاص موفق هستن. من مطمئن هستم که انشاءالله 100% برنده میشیم. 100%. آرزوی موفقیت. 100%. 70%. کدام شما انتخاب میکنین؟ 100%. خوب. آماده است شروع کنیم. تشریف کنید دو فامیل. قبل از اینکه با 100%، 70% آشنا شویم و بریم سراغ سوال، تشکر میکنیم از حامی برنامه ما، انرژی واقعا خوشمزه اکسپول، نوشیدنی فوق‌العاده، طعم رنگ مختلف و ویتامین های مورد نیاز بدن شما را داره. این انرژی که در فصل و روز و سال مشخص نیست، شما میتونید هر روز و سال بعد دستش بیارین نوشیدنش کنین. انرژی که لبخند، جایزه و همه چیز به شما تقدیم کرده. جایزش خیلی مشخص، موتر، موتورسیکل، بایسیکل، لوازم خانه و هزاران جایزه نقدی و غیر نقدی دیگه. کسی تا حالا از کمپانی اکسبول برنده جایزه شده؟ نشده؟ در طول یک ماه چند دونه میتونین بنوشین یا مینوشین؟ 10-15 دانه. چطور از خانه نمیکشندت؟ ها؟ زیاد نفرها هست که میگه ولی پروسیش فلان است بسیار است. من باور میکنم هیچ معلوماتی ندارم، ولی برای هر کسی که این انرژی مینوشه آرزوی موفقیت میکنم که بتانه مثل همون یک رفیق دیگه ما 3 دوره است برنده اوتو میشه، خودش مرد است، باز برنده همون شوه. دو شخص اول کنارو ما بیاین. طاهر روح الله تشریف شما بیاین دوستان. طاهر عزیز، روح الله دوست داشتنی، سوال اول برنامه آماده باشین. سوالی که از شما من میپرسم، سوالی هست که هر شب، هر وقت، همیشه ایجه را سیل نکنی. بخاطر چی طاهر جان؟ بخاطر چی؟ دلیلش میفهمی؟ سوال اوجه نوشته میشه. سوال اوجه نوشته میشه، درست است، ولی چی است؟ بخاطر نقل. بخاطر نقل است. نقل چی ماست؟ نقل ما چی است؟ نقل ما وقفان. خوش آمدین طاهر و روح الله و شمایی که ما رو بیننده هستین از پای گیرنده های خود شبکه زیبای طلوع نفس تازه. ساعت 7 شب برنامه خودتان اکسپول رو درو با من 8 نفر دیگه و برادرهایم که اینجا در تالار حضور پیدا کردن، شما چهره های زیبایشان رو میبینین. هوا گرم است، گرمی هوا خیلی زیاد است. سوال ما هم مربوط به گرمی اصلا نمیشه. سوال از شما میپرسم، این سوال من از هر شب ما 7 جواب داره. چند امتیاز داره؟ چند امتیاز داره؟ 100 امتیاز. میگرده بیادرک ما دنبال امتیازش. 100 امتیاز. سوال ایمی هست، معمولاً چه چیزها را از یک موبایل به موبایل دیگر انتقال می دهید؟ طاهر عزیز؟ خب اپلیکیشن ها را. اپلیکیشن ها، اپ ها. این حال ده بعضی از موبایل ها هیچ انتقال داده نمی شود، باید دانلود شود. نرم افزار، همو جمع اپلیکیشن ها که انتخاب کردن. روح الله، از یک موبایل به موبایل دیگر چی می توانی انتقال بدی؟ عکس. عکس. عکس های خودت ها؟ در مجموع میشه. آیا از کدام دوستت عکس هم خواستی؟ درخواست که یک عکس در همون کپی شما باشه؟ بله آخه. از دوستای صمیمیت؟ بله. عکس. تصاویر. بلندترین امتیاز از خودت روح الله. مسئله چی از وعضای تیم؟ 100% چی کنیم؟ میریم. 100% بسته خواه برده است. بینشان برو. شانس خوب طاهر. طاهر میتونی. بچه دقت کنیم. برو. زاکر. کشید. زاکر. از موبایل استفاده میکنی دیگه؟ بله. خودت با موبایل گیم هم میزنی؟ بله گیم. در طول روز چقدر گیم میزنی با موبایل؟ بسیار کم. بسیار کم. اینترنتی است؟ نه خیر نیست. آفلاین است. آفلاین است. لادو است؟ نه. ماره که میزنم. پازل است. پازل است. پازل. بعضی تصاویر است. بسیار بازی خوبی است. به نظر خودت از کدام چیزها را از یک موبایل به موبایل دیگر انتقال بدی؟ ویدیو سعی میکنه. ویدیو گزینه دوم.
چی شما؟ مصطفی، به نظر خودت از یک موبایل به یک موبایل دیگه چه چیزها رو انتقال میتونیم بدیم؟ بیشتر داکومنت ها، پی دی اف و اکسل و اینا. کتاب و یاد کل در کل. اسنادی که برای خواندن هست. شما هم کتابخوان هستی؟ آفرین، دروغ نگویی، راست بگی. کم کم. در موبایل، همین نوت موبایلتون کتاب است؟ کتاب های عاشقانه؟ سیل میکنیم. آیا جواب درست است؟ اسناد. جمع هم و دایکمنت و هر چیزی که هست میره. علی، از موبایل استفاده میکنی؟ بله. چند سال از موبایل داری؟ از سن 13 سالگی موبایل استفاده کردیم. از سن 13 سالگی. سیم کارت هم داشتی؟ بله. یا فقط تنها موبایل؟ نه، سیم کارت هم داشتی. یکان نفر است که در خردکی اول موبایل گرفته دیگه. به نظر خود چه چیز از یک موبایل به موبایل دیگه میتونیم ما انتقال بدیم؟ موسیقی. سهل، دقت کنیم. رولو جان، به نظر خود چه چیز از یک موبایل به موبایل دیگه انتقال میتیم؟ از یک موبایل به موبایل دیگه ما میتونیم کتاب انتقال کتاب. بدیم. کتابی که جزء اسناد نمیشه. نمیشه. اسناد فرق میکنه، کتاب فرق میکنه. جواب مصطفی به خاطری بود که اسناد اول گفته بودی. ذاکر، چه چیزی از یک موبایل به یک موبایل دیگه میتونیم انتقال بدیم؟ پول. پول. بله. منظور تمام میتیو است. میتیو. بله. خب. میتیو چقدر کرده تا حالا زیادترین کرده که روان کردیم موبایل چقدر بوده؟ 300 افغانی. 300 افغانی. تا حالا شده یکان دفعه اشتباهی بر کردت اشتباه آمده باشه؟ نه خیلی نه. تو پس لذتی از دنیا نبرده ای. تا حالا به شما اشتباهی کردت آمده؟ مصرف یک کیفی میکنه؟ جان؟ پس روانش کردی؟ تو چقدر کوکو سالیستی؟ استفاده کن. سهل کنیم. نبود. مشترک و طاهر با گروه بد. مصطفی، به نظر خودت چه چیز از یک موبایل به موبایل دیگه انتقال میتیم؟ بیشتر لینک و آدرس اینترنتی. لینک های بعضی از ویدیو هست ما دوست داریم از طریق بعضی اپلیکیشن ها روان میکنیم. لینک. نبود. آسف. به نظر خود با استفاده از یک موبایل به موبایل دیگه چه چیزها رو روان میکنیم؟ گیم. گیم. بوهان. گیم. هم نظر ام گیم. گیم. خب ما موافق هستم. گیم. گیم میزنی؟ چی گیم میزنی یوسف؟ من خودم گرفتم پابجی را میزنم. پابجی. پابجی. بوهان؟ نه والا گیم نمیزنم. گیم باز نیستی. نکمل؟ ساده گیمونه. ساده؟ کدامش سادهش؟ همده جیوری هم. همارا کس یا همتانکک؟ همده قدیو. خب. طاهر؟ فوتبال. فوتبال؟ در موبایل فوتبال میزنی؟ سکور هیروس یک گیم باید. خواه همه یکی توری با دست میکشی میزنی. کدام ورزش خودت میکنی ظاهر؟ کرکت و فوتبال هر دویش کم کم. فوتبال؟ زیاد میکن. چند سال از فوتبال بازی میکنی؟ تقریبا یک پنج سال میشه. پنج سال میشه بیشک. بیشک خوبش. شما جوابی که انتخاب کردین چی بود؟ گیم. گیم بود. کدام گیم ها رو خودت به دوستای تال روان کردی؟ همین گیم ها رایی کردیم. روان کردی؟ کرکت و فوتبال. روان کردی با موبایلشان از طریق زاپیا یا مثلا چیزای دیگه؟ خب شما از طریق موبایلتان چه چیزا رو روان میکنی؟ پیام. پیام. فایل های صوتی دیگه. سی وی. آفرین. سی وی مخاطبین هم روان میشه از طریق واتساپ. درس. پیامک. اسکرین شات. درد تو بسیار زور است. اسکرین شات. همه جواب ها مختلف است. ما شما جواب ما کاملا شاید درست باشه، اما 100 نفر اینجا 7 جواب انتخاب کردن. 7 جوابی که اگر امتیازش جواب باز شه بیشتر از 78 امتیاز میرسونه شما، اگر نباشه میره سمت فامیل ابراهیمی. 70% گفته بودین. شما 100% گفته بودین. 6 5 کامپیوتر نشان بده. گیم. خب جواب ششم 10 امتیاز داشت. جمع امتیازات چون شد 88 امتیاز آمد سمت شما. یک جوابی که باقی مانده
پیامک وایس هم شاید باشه، صدا میشه، میتونه باشه. نمبر پنجم اسکن اطلاعات. خب البته من تا جایی فکر کردم که شاید اسکن اطلاعات هم جزو همین اسناد و داکیومنت باشه. خب هر صورت فرق نمیکنه. 88 امتیاز، 0. چرا شرمت آمده؟ نامده؟ نه هیچ مشکل. خب 0 هستیم، مهم نیست. خیلی خوشحال هستم، خیلی خیلی زیاد دیگه در توی شما حضور دارم و یک شب دیگر در کنار شما هستم، مهمان خانه های شما هستم. امیدوار هستم که لبخند بزنین، شاد باشین. زندگی ارزش هیچ چیز نداره و چه جالب است که دوستا به من همیشه اشاره میکنن که همیشه حرف از کمک و همکاری میزنین. خودت چی کدی؟ یک نفر دیگه هم خوب گفت که دستایی که کمک میکنن از لبهایی که دعا میکنن قشنگتر و زیباتر هستن. ما منوبه خود سعی میکنیم که کمک کنیم، اگه هر چیز هست حال گفتن خوب نیست و باشه پیش خود ما، رفیق خود ما، خدای خود ما. امیدوار هستم که شما هم شانه کمک و همکاری به هر کس شوین، هر کس میتونین شوین. اگر لبخند است، اگر خوشی است، اگر حرف نیک است، اگر راه درست است، هر چیز است میتونین تقدیم کنین به هر کسی که میتونه باشه. امیدوار هستم یک روزی باشه که در کنار هم روزهای خوب و خوشه با فامیل های عزیز ما، با رفیقا، با همسایه ما در کشور عزیز ما افغانستان تجلیل کنیم. سوال دوم برنامه، ساکر نیکمل صبر کنین. تشکری دارم از نوشیدنی فوق‌العاده اکسبول، خوشمزه، خوشتم، نوشابه گازدار که با طعم و رنگ مختلف در بازار هست. شما میتونین استفادهش کنین، نوش جانش کنین. این نوشیدنی فوق‌العاده هست. روز و سال و وقت و ماه و هیچ چیز نمیشناسم. میبخشین که ما بعد مجبور هستم این دریشیه بکشم چون فضای استودیو بسیار گرم است و ما کمک گرم کردیم. نوشابه خوشمزه هست که میتونین بنوشینش، بخندین و برنده جایزه شوین. جایزه هاش موتر است، موتر سکیل است، بایسکیل است و هزاران جایزه نقدی و غیر نقدی دیگه که این نوشیدنی به همراه داره. نوبت نفره دوم، بیایم کنار ما، نیکمل ظاهر، تشویقش کنیم. ظاهر ظاهر جان، نیکمل جان، خوش آمدین به برنامه، به مرحله دوم. سوال دوم ما، جوابا رو شما ببینین، شش جواب 100 امتیاز. نیکمل جان، در زندگیت کلن بیشترین چیزی که شوقش داشتی چی بوده؟ زما دیر غرد شوق چی بوده؟ در پانتون سره بود که در پانتون باشی درس بخونی. شکر الحمدلله و سکر انجینری پانزی در کامیاب شم در پل تخنیک در کابل. در پل تخنیک در چند نمره؟ 275. 200. راست بگو، نقل هم کدی یا نکدی؟ نه، در کنکور نقل نمیشه. خب، نمیشه؟ نه. من نقل کردیم، چی دروغ بگوی؟ در سال سابق من نقل کرده بودیم، یک 10 نمره 20 نمره را در ریاضی که ضعیف بود نقل کردیم. چیزی که عادی است. شما هم نقل کردین؟ آفرین. کسایی که نقل میکنن خوشبخت‌ترین آدم هستن. استعداد میخوای، آفرین. استعدادت قابل مشت و لغت است. از خود ظاهر چه رقم است؟ بعضی وقتا جوان ها یا هر کسی در زندگی خودش یک شوق می داشته باشه. شوق تو در چی هست؟ شوق من در تحصیل بوده، در رشته دلخواهیم که می خواستم به هدفم رسیده. رشته چی؟ انشاءالله خلاص شد. رشته انجینری ساختمانی پانتون پل تخنیک. پل، هم سنفیستی؟ یا نه؟ پانتون که؟ یک پانتون هستین، یک پانتون، ولی نمی‌بینه هم دیگره. از راه دور با قلب نزدیک هم دیگره می‌بینه. سوال ما از شما میپرسیم، آماده باش. یک حیوان با چشمهای کلان را نام ببرید. بگو ذاکر عزیز. اسب. اسب. اسب حیوان بسیار، البته صفتش نجیب است. یک نفر میگه اسب نجیب، یه اشتباه است. اسب جواب درست است، انتخاب نکردیم. نیکمل جان، یک حیوانی که چشمای بسیار کته داره.
کاسی پلخمان بریز. شماره یک، شماره دو. اوخ اوخ اوخ. دوستا با ما ترجمه کن. شطور شطور شطور. یک دانستنی که درباره شطور است، قربان قدرت خداشم، میگه شطور دو پلک داره در چشماش که وقتی که در صحرا است، وقتی که همی شمالک و باد میشه، پلک دیگهش پایین میشه که همو ریز همو چیزا نره در چشمش، همو توی که من خواندیم اگه اشتباه نباشه. سعی کنیم. شطور شطور مشوره چی است؟ نکنال میریم اصول بر چانس خوب ساکر عزیز خوان رابطیت با حیوانات چه رقم است؟ حیوانات رو خوش داری؟ یا بینی مثل مولی لغت میزنی برای تو؟ نه والا خوب است، خوش دارم. خوب است. به نظر خودت کدام حیوان چشم کلان داره؟ بوم. صدایشو میتونی کشیده؟ نه والا بیا من یادت میدم، من یادت میدم. بوم دست این توری کن، باز این تو کن، این تو کن، این تو کن، باز نمیشه. سایس. خیلی. بوم تو یک ذره نو جوان است، هنوز صداش نمیپیره. بوم. بوم است. بوم تنها حیوانی است که گردنش میتونه تا 360 بچرخونه. به خاطر همین است میگه یگان همسایه هستن بوم واریستن کلش اینطوری میچرخه. بوم. سعی میکنیم پنج پنج جواب هست. بوم. بوم. آصف جان، یک حیوانی که چشمای اینقدری داره. فیل. 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 نبود. طاهر جان، یک حیوانی که چشمای بسیار کته داره اینقدر. خب جواب ما گاو است دیگه. گاو. از جمله زیبایی هایی که در گاو هم هست، چشمش هم میتونه باشه. گاو چشم کلامش. سل کنیم. گاو. خوب. نجمال، یک حیوانی که چشمش کلان است. گوسفند. گوسفند. گوسفند هست. مشوره یک حیوان چشم کلان را پیدا کنین. پوهان، یک حیوانی که چشم کلان داره. مرکب. مرکب. خیلی چشمای زیبا هم داره. بله. تا حالا شما شده تا حالا کدام رفیقتان به چشمای زیبا داری مثل اینی؟ بله. گفتی؟ بله. تو را گفته؟ آه نری پاریدش. سعی کنیم. نوش جان. نمبر پنج، دو، یک، آیا هست؟ مرکب. جواب بود والا بیشک. آصف، یک حیوانی که چشم کلان داره. شتر مرغ. شتر مرغ، آفرین. این جواب از کجا پیدا کردی؟ دیره دیدیم چشمایشه. دیدی؟ از نزدیک دیدی یا تصاویرش دیدی؟ نه از نزدیک دیدی. از نزدیک دیدی؟ خوبش. سعی کنیم. اگر این جواب درست کن؟ علی جان، یک حیوانی که چشم بسیار کلان داره. آهو. آهو. مصطفی. من با علی جان موافق هستم. آهو. جواب شما. زاکر. آهو. آهو. خب من حرفی ندارم، امرا از اینا موافق هستم. سه نفر موافقت کنم، مجبور هستیم. آهو. کاملا درست است. اگر بخوایم از لحاظ زیبایی هم تعریف کنیم، در شعرها آمده که چشم آهو توصیف کردن تیزباییشه و هر چیز دیگیشه. جواب شما برای چی هست؟ آهو خویی ها انتو. گاومیش. دیگه. بقه؟ یک هم بقه از چشمش. خب، من نمیفهم. اگر بریم در بحث حیوانای وحشی، خوش شیر هم هست، پلنگ هم هست، ببر هم هست، تمساح هست، زرافه هست. جوابی که ایجا باز نشده، دو جواب مانده. دو جوابی که اگر یک جواب شما باشه آهو، امتیازه ای بار میه سمت تیم ما، شاید همون نزدیک به امتیاز او شویم. اگر نماشه باز امتیازها را فامیل همدرد میگیره. هست یا خیر؟ نشان داده شوه. هشتاد هفت امتیاز تیم ما گرفت. 88 امتیاز تیم شما گرفت. یک امتیاز شما بالاتر هستین. یک جوابی که باقی مانده، من احتمال میتونم که زرافه باشه مصطفی جان. سعی میکنیم نمبر پنجم.
خوبش امتیازا شانه و شانه داریم پیش میرین. دو سواله که 100 امتیاز داشت. سوال اول شما گرفتین، سوال دوم از شما گرفتین. ای که چی خواهد شد؟ چی میشه؟ و چی کنیم ما؟ نتیجه چی میشد؟ بعد از چی میشه؟ وقت باید. خوش آمدی خودت. نه تازه رسیدی، خسته نباشی. فکر کنم نم از بیرون آمدی. حالا دیگه یک ذره حال روزا دراز است. خودتم آمدی. کجا بودی؟ کار بودی؟ یا کدام دنبال سودا رفته بودی؟ خب، نرفته بودی؟ خب، خوش آمدی. بیننده باش. دو فامیل آمدن، سوال اول، سگمنت اول خلاص شد. خب، امتیازای سوال اول یا گرفت، امتیازای سوال دوم یا. دو سوال باقی مانده. این دو سوال اینا رو مشخص میشه که کی برنده میشه. سوال سوم، سوالی است که مصطفی گل و پوهان عزیزم باید پاسخ بدن. شما دوست لطف کنید تشویقشون کنید. بیاین. پوهان خوش آمدی و برنامه مرحله اول، سوال سوم، 5 جواب، 100 امتیاز. سوال خیلی آسان است. بفرمایید در گوشم، بفرمایید. صدایتان بسیار پخش می آید. چشم. اشاره کردن تهیه کننده از این من میگه به کدام کشورهای همسایه زمینی و هوایی می توانند؟ مصطفی. به کشور دوست ما ایران. ایران. هم زمینی است هم هوایی است. سعی کنیم. ایران. جواب دوم. به کدام کشور میشه هم زمینی رفت هم هوایی؟ پاکستان. چرا میشینی هستی؟ نه گرمی زیاد. گرمیست؟ میخوزه. خب، پاکستان. چی کنیم لالا؟ میری؟ برو لالا یکم. چانس خوب مصطفی عزیز. یک گلاس تب سرد میلا جون بنی دوست ما لطف کن بیار. ممنون. آصف جان، به کدام کشور میشه هم زمینی هم هوایی دار؟ ترکیه. سل کنیم. به کدام کشور میشه هم زمینی و هم هوایی رفت؟ تاجیکستان همسایه دیگه. نه تاجیکستان جای خوب است. سعی کنیم. تاجیکستان ثابت بود. نکمل. کدام کشور میشه زمینی هم رفت هوایی هم؟ ازبکستان. سعی کنیم. ازبکستان. 5 یا 3؟ ازبکستان نمبر 3. بوهان، کدام کشور میشه زمینی هم رفت هوایی هم رفت؟ ترکمنستان. ما تا لب مرزش از هرات رفتم تا می نقطه صفریش هم رفتم. بسیار یک جای زیبا است. ترکمنستان. سعی کنیم نمبر 5 هست. امتیاز را شما گرفتین و برنده نشدین. اصلا ناراحت نباشین. یک سوال مانده. جواب کاملی سوال شما گرفتین. علی خودت بیا. بیا خودت آصف. علی جان، آصف جان، فکر کنین تیمایتان هیچ امتیاز نگرفته. صفر از هر دو تیم. به خاطر صحبت من با شما میکنم که 300 امتیاز پوره این سوال به همراه داره که شما باید 3 جواب پیدا کنین. هر فامیلی که 3 جواب تکمیل پاسخ بده میتونه برنده شوه. آماده هستین؟ بله. سوال خیلی آسان است. آماده باشین. سوالی که قلب شما را به لرزه در میارد. سوالی که از همین لحظه دستای شما پر از استرس شده. سوالی که عرقای شما را جاری کرده. البته این باعث به خاطر گرمی هواست. آماده هستین؟ بیشتر در کدام آب و هوا مردم دوست دارند؟ با تفریح بروند. علی. آب و هوای تابستان گرمی. تابستان گرمی. سیاه شویزی رفته اونی؟ آفتابی. جواب آفتابی. در کدام هوا دوست داره مردم به تفریح بره؟ ابری باشه. سعی میکنیم. ابری.
مشوره کو علی برو لاری چانسو کو واسه مشکلی نیست اما تو با کمی برو سمت فامیل برو آخر رولا در کدام هوا دوست داره که مردم به تفریح برن؟ بهاری. بهاری فصلی هست که درختان زمین به حساب امو منطقیش زنده میشه ولی شما مشخصش کنین کدام ماه؟ خب ماه حمل. ماه حمل مرتوب. خب سعی کنین سوال بیشتر در کدام آب و هوا مردم دوست دارن به تفریح بروند؟ خشک. منظورم از وضعیتش است. خب خزان میشه دیگه. خزان. بله. من اصلا هیچ چیز نمیگم. سوال میکنیم نمبر دوم. مصطفی جان سوالو مرا دقت کن. بیشتر در کدام آب و هوا مردم دوست دارن به تفریح بروند؟ آفتابی هست، مرطوب هست و معتدل. معتدل. یعنی نه سرد باشه، نه گرم باشه. مابین باشه. شما مشورت کن، اون هم مرطوب میشه خب؟ یک آب و هوایی که مردم بیشتر دوست دارن به تفریح برنده و آب و هوا. آب و هوای نیمه آفتابی. نیمه آفتابی. یک جواب شما میتونیم برنده شویم. آصف، یک آب و هوایی که مردم دو دوست دارن به تفریح برن. آب و هوای زمستان. زمستان. بوهان. زمستان. موافقین. زمستان. بله موافق هستیم با آب و هوای سرد و زمستان. زمستان. یعنی شما کدام آب و هوا را دوست دارین که در تفریح؟ من خودم بارانی. ابری. ما بارانی خوش دارم. خودم شخصا با عاشق باران هستم. برف هم خوب است. اما وقت دیگه تو نمیتونی موتر بکشی تیز برانی. بدوانی. امتیاز آمد. و مبارکتان نباشه. 288 فکس شده. برای اولین شب از در تی 8 فصل من میبینم دو فامیل یک امتیاز برابر گرفتین. من فکر میکنم جواب دوم بارانی باشه نی؟ جواب دو باز شوه. نمنم باران یا همون بارانی. طاهر روح الله دین کنار من. یک جواب یک فامیل برنده لحظه حساس امیدوار هستم سوال بعد از اینکه فهمیدین بذاره فشار بتین قبل از اینکه فشار بتین باید پاسخ بتین آماده هستین؟ بعد از روز شنبه کدام روز است؟ خودت بعد روز شنبه یک شنبه سر کنم بفرم با تمام وجود فشارت خوبش به هر صورت تشکری خاص از برنامه واقعا خوبه اکسبول دقت ازوری ما ارچب است اینه برنده شدن در خوشی و لبخند و خوشحالیتان استفاده کنید تشکر این که اینال شما باید دو نفر انتخاب کنین دو شخصی که تیز پاسخ بده زود سوالا بفهمه مرحله دوم با صدای بلند مشوریتان کار است برمیگردم بفرمایید بسیار خوش آمدید روح الله زاکر مصطفی عزیز علی برد باخت در ایج مطرح نیست ای که ما هم دیگر رو ببینیم یک لحظه خوب در کنار هم سفری کنیم برای من همی هست همیشه موفق باشین حرف دارین که امروز در اختیار شما تشکر بخیر باشین همیشه حرف شما که دست کسایی که نیاز داره دستشون رو بگیرین ممنون عزیزای ما خوب تشریف کنین بسیار خوش آمدید برنامه بسیار خوب خب طاهر عزیز نبفتی نام خودت است بچسبون رو سینه طاهر دو شخص خودم و پوهان خودت و پوهان پوهان نام خودت کو بغل کشی و افتاد خیر است بیا 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 اگه پیداش هم نکنی بیا طاهر پوهان بیا بیا خیر است طاهر عزیز و پوهان عزیز ما جنگ نکنی وار نکنی خیر است
مرحله دوم، بسیار خوش آمدیم. مرحله اول تمام شد، بسته شد ورقش، فصل جدید، ورق جدید. ای بار در تاپیکش به حساب نام ما است، رقابت تان با ما هست. 200 امتیاز تلاش کنیم به دست بیارین تا جعبه 500 هزار ما در اختیار شما بذارم. کی اول روی استیج رقابت با ما شروع میکنه؟ خب خودم اول جواب میدم. پوهان باز. پوهان، اتاق آرام در اختیارت است، هر کجای دوست داری برو. من خیلی ممنونت میشم که با همین صدای زیبایت کمک انرژی به خرج میدی، وقفه بگیر. یک وقفه کوتاه داریم، بخیر وقت بگیر. خوش آمدید. خوش آمدید عزیزا، وطن دارا. برگشت مرحله دوم. ما و طاهر عزیز قرار از رقابت شروع کنیم در مرحله دوم، مرحله که هنوز فرمول چهارمی پیدا نشده که این رقابت برنده شود. امیدوار هستم که امشب برنده شوند یا شما یک روز بیاین و برنده جایزه شوین. طاهر، خوش آمدید به مرحله دوم. لالا، تشکر. مرحله دوم، همونطوری که از نامش پیداست، مرحله دو، جایزه دو، جایزه خیلی بزرگ، 500 هزار افغانی، 200 امتیاز. باید با کوشش خودت و پوهان اگه اشتباه نکنم تلاش کنین بعد از بیارین 200 امتیاز که 500 هزار برنده شوین. قانون ها برای تو با پوهان فرق میکنن. قانون خودتی است که 20 ثانیه زمان داری. 5 سوال ما ازت میپرسم، با صدای بلند به هر سوال پاسخ بده. سوال یا نتونستی پاسخ بدی بگو بگذر، ثانیه ها در آخر ماند. ما از خودت دوباره میپرسم، زمان تو وقتی آغاز میشه که سوال اول تکمیل شوه. آماده هستی؟ بله. 20 ثانیه آماده. بجز از الماری، لباستان را در کجا آویزان میکنید؟ در کتبند. از شم در کدام موارد استفاده میشود؟ وقت برخانه باشه. یکی از قوانین فوتبال را بگویید. قوانین فوتبال آفساید. یک نوع نوشیدنی ترشمزه را نام ببرید. نوشیدنی ترشمزه، آب لیمو. یکی از فواید مولتی ویتامین را بگویید. خب سر حال عالی بود، دوستا باشید. طاهر، فوق‌العاده درخشیدی، عالی بودی. اگر 5 جوابی که خودت پاسخ دادی امتیازهای خوب داشته باشه. سوال اول همه بود، بجز از الماری لباستان رو در کجا آویزان میکنید؟ شما در کجا آویزان میکنید؟ طاهر جوابشو ببینید. پاسخت کدبند بود. این کدبند نظر به جوابای 100 نفر که سروی شده چند امتیاز داره؟ 30. آفرین، خوبه. سوال دوم، سوالی هست که پرسان کردم، از شمس در کدام موارد، از شم میبخشین، شمس گفتم، از شم در کدام موارد استفاده میکنین؟ پاسختان، وقتی که برق نباشه. هنوز هم از شم استفاده میکنم به نظر خودت؟ خب یک گزینه بود که باید جواب میدم. در سابق زیاد استفاده میکنم. حالا همینطور گروپ های چارجی آمده یا سولرکی آمده؟ سل کنیم جواب. پاسخ امتیاز 31. آفرین. یکی از قوانین فوتبال را پاسخ بدهید. پاسخ شما آفساید، یعنی یک بازیکن پیشتر از بازیکن‌های دیگه است، کسی که پاس بده آفساید بشه. غیر از اینکه در نیمه خودت از اینجا پاس که بدی آفساید اعلان نمیشه. ما تا جای یک فوتبال میفهمم کم کم. امتیاز 11. خوب. عالی. سوال چهارم، یک نوشیدنی ترشمزه را نام ببر. پاسخ آب لیمو. غیر از آب لیمو دیگه چیزی یادت بود؟ خب آب انار کم کم. آب انار، آب گیلاس هم میشه توش. ولی اگر بوره اضافه کنه؟ خب باز شیرین میشه و سعی کنیم امتیاز 14. خوبش امتیاز داشت دارم. یکی از فایده های گولی های مولتی ویتامین را نام ببرید. پاسخ شما سرحال شدن عالی. گولی های مولتی ویتامین به خاطر همین هست که اگر فشار تا بالا میشه بخوری و سرحال شه. پس امتیازش 9. خوب امتیاز. 95 امتیاز در کل خودت گرفتی طاهر عزیز. آرزوی موفقیت میکنم به خودت. دوست دیگه ما بتونه امتیازها رو پوره کنه، 500 هزار رو بگیره. تشکرم. موفق باشی طاهر عزیز. بفرمایید عزیز دل ما. رفیق دیگه ما میاد 5 سوال پاسخ میده که چی میکنه، چی میکنه به نظر شما؟
پوهان من که تو را میبینم امیال اگه یک بالش باشه خواه میکنم استاد چه هم بوجه پوهان جوان 18 ساله پنتون رو با ریم پوهان تو باید یک رخم باشی که امیال استیج در بیتی مرا خام بخوری این نخم باید باشی 25 ثانیه زمان 5 سوال تکراری سوال نتانستی پاسخ بیتی بگو بگذر ثانیه باقی من دوباره ازت میبرسون اگر پاسخ تکراری بیتی یعنی سوال صدا را میشنوی یعنی جوابت را تبدیل کن با صدای بلند آماده؟ بله 25 ثانیه آماده بجز از الماری لباستان را در کجا آویزان میکنید؟ در کتبم در یک میخ یا بوکر از شم در کدام موارد استفاده میشود؟ در تاریکی در مجالس یکی از قوانین فوتبال را بگویید فاول زدم یک نوع نوشیدنی ترشمزه را نام ببرید اوی لیمو اوی نهنا یکی از فواید ملتی ویتامین را بگویید سر حال کردم انرژی میزادم انرژی دادم آفرین سوال اول بجز از الماری گفتم لباستان را در کجا آویزان میکنید پاسخ خودت پاسخت میخ بود امتیازش چند است این میخ که پاسخ پوهان بود امتیازش را ببینیم 13 امتیاز بلند کتبن بود سوال دوم گفتم از شم در کدام موارد استفاده میشه پاسخت مجالس سوال کنیم 11 امتیاز بلند بر نباشن یکی از قانونهای فوتبال رو نام ببرید پاسخ فاول زدن فاول اول زرد داره فاول دوم زرد دوم و اخراج امتیاز سی فاول زدن بلندترین امتیاز بود سوال دوم یکی از نوشیدنهای ترشمزه رو نام ببرید پاسخ شما آب انار همین بود پاسخت نی؟ بله سعی کنیم امتیازش 15 آب آلبالو بلند تایم امتیاز و آخرین جواب ما از مولتی ویتامین یکی از فایده هایش رو بگین پاسخ انرژی دادن امتیازش رو سل کنیم 10 بلند تایم امتیاز سمزدائی بدن انتخاب شده 174 امتیاز رو گرفتین موفق باشی پوهان عزیز درسی درس زندگیت تشکر بخیر باشی بفرمایید تشکر ما را بیننده بودین من ممنون هستم از اکسبول حامی برنامه خوشمزه خوشتم نوشابه که انرژی هست برای زندگی لبخند و جایزه را برای شما فراهم کرده باز کردین جایزه شما در این پشت درپوش است موتر موتورسیکل بایسیکل لوازم خانه و هزاران جایزه نقدی و غیر نقدی دیگه بیا اوستو ممنون که همیشه انتقاد کردین پیشنهاد دادین تشکری خاص از اون کسایی هم که دعوا میزنن ازم اصلا مهم نیست ما ادامه میتیم و هنوز هستیم پابرجاستیم اگر سوال زیبام دارین میتونین درمی نمبر با ما بفرستین عزیزا پدرها مادرها خواهرها برادرای گلم برای خواهر و برادرم همین نمبر هست 456 کلید 622 تنها راهی است که شما میتونین که در این برنامه حضور پیدا کنین بعد از شنیدن صدای پیغامگیر نام خودتون عزیزای دلتون رو میگیرین در آخر هم کلید علامت نمبر فشار میتین بعد از این که فشار دادیم پیام شما ثبت میشه و دعوت میشین در این استیج پیش من یک شب خیلی خوبه با یادگار میگذاریم و تشکر از شما که بودین هستین همیشه بخندین شاد باشین تا وعده دیدار دوباره الله یار نگهدار شمس رفت تا درود دیگر و درود